خب من سلام دارم خدمت دوستان عزیز در توانوتک و همچنین دوستان در توان. امروز در خدمت آقای تبریزی هستیم، برنامه نویس و کارشناس آیتی، که میخوام در مورد ربات های تلگرام و اپ هایی که توی گوگل پلی هستن یا مواردی که امنیت ربات ها با هم صحبت کنیم. آقای تبریزی در خدمت شما هستیم و سپاس از شما که امروز در برنامه ما حضور. خواهش میکنم. سلام خدمت شما جناب رایگانی عزیز و همراهان تواناتک و بشکن. آقای تبریز، در مورد ربات های تلگرام پس ما صحبت کنیم، که اولین تو سوالم اینطور شروع کنم از شما، این که در مورد ربات های تلگرام که میدونید خیلی از کاربرا بیشتر کاراشون با ربات انجام میدن، اول یه توضیح بدید که این ربات های تلگرام چطور کار میکنن، چطور عمل میکنن، تا اینکه بریم سوال دنبال سوال بله. ربات های تلگرام که خیلی هم رایج هستند در بین کاربرانی که با تلگرام کار میکنن، اینا در حقیقت مثل یک کاربر معمولی عمل میکنن و میزان دسترسی که به اطلاعات شما از همون اول دارن به همون اندازه که یک کاربر معمولی داره. یعنی اینکه اونا شما وقتی که یک بات تلگرام رو استارت میکنین یا اینکه بهش یه پیام میفرستین، همونجا عکس کاربری شما در اختیارشه، اسم یوزرنیمتون رو میبینه و اون اسم و فامیلی که انتخاب کردید. بیشتر از اینو یک بات در اختیارش نیست. یک بات تلگرام وقتی که شما بهش یک ازش یک سرویسی رو میخواین، این در حقیقت مثل یک کاربر عمل میکنه. اینجا شما میفرستین به تلگرام، سرور تلگرام میفرسته به سرور این بات. این بات اون کاریو که شما میخواین براتون انجام میده. مثلا میخواین از یوتیوب یک ویدیو دانلود کنید، این بات که سرورش با سرور تلگرام اصلا جداست، این ویدیو رو برای شما پیدا میکنه و آدرسش رو یا اونجوری که بتونین دانلودش بکنین به سرور تلگرام میفرسته و سرور تلگرام اونو به شما منتقل میکنه که این استفاده را از این بات شما بکنید. در حقیقت عملیاتی که یک بات انجام میده هیچ وقت روی سرورهای خود تلگرام انجام نمیشن، بلکه خارج از سرورهای تلگرام این عملیات انجام میشن و بستگی به اون کاری که ما از بات میخوایم میتونه این هم باشه یا نه. در مورد امن و ناامن بودن بات هم که خودت میده، حالا اگه توضیح بدی که کدوم بات امن هستن کدوم بات ناامن هستن. ببینید مثلا خیلی از بات هستن که مثلا کار دانلود انجام میدن، اپ هایی هستن که مثلا کاربر مثلا میتونه به دسترسی به ایمیلش داشته باشه توی تلگرام، یا خیلی چیزای دیگه، مثلا همه مثلا کانال هایی هستن که مثلا میگن که برای کاربر مثلا حرفتو ناشناس رو بزن. متوجه هستید؟ حالا این نمونه هایی که گفتم اگه خودتو کامل در این مورد توضیح بدید ممنون میشم. کار کردن با بات وقتی امنیت شما رو به خطر میندازه که اون سرویسی رو که از اون بات میخواین و اون اطلاعاتی رو که اون بات میدین، اونجاست که این خطر اتفاق میفته. یعنی یک بات به تنهایی وقتی که شما رفتین توش و استارتش کردین، به تنهایی به نمیتونه، مثلا این شایعه است که مثلا میتونه به کانتاکتاتون دسترسی داشته باشه یا به چیزهای شخصیتون، به هیچ وجه اینجوری نیست. ولی اینجاست که مهم میشه که ما چه چیزی رو از بات میخواییم. مثلا یک نمونه اینه که یک بات این به ما میگه که بیا تو از طریق من یک پیامی بفرست به یک نفر دیگه تو تلگرام ناشناس. یعنی این که اون کس که این پیام رو دریافت کرده نفهمه که تو این پیام رو فرستادی، تو میخوای به یه نفر ناشناس پیام بفرستی. خب ممکنه خیلی از این استفاده بکنن، بخوام به یه نفر ناشناس پیام بدن که نفهمه اونا هستن و میگه خب این اتفاقی نمیفته که بات از من چیزی نمیخواد جز این پیام و اون کاربری که من میخوام بهشون پیامو بفرستم. ولی اینجا باید در نظر بگیره که خب این بات تمام این پیام‌ها رو خودش ذخیره میکنه و اون شخصی که داریم بهش پیام میفرستیم و میتونه از این اطلاعات استفاده کنه. مثلا یه همچی باتی 5 میلیون یوزر داره، 5 میلیون کاربر بهش وصله. این میتونه 5 میلیون اطلاعات خصوصی که کاربر با هم رد و بدل میکنن بعد به علاوه یوزرنیمشون رو در خودش ذخیره کنه. یا مثلا یک بات به شما میگه من میتونم ایمیلی که به تو میاد از جیمیل من بیارمش تو تلگرام، تو تلگرام اینو بخونی. خب
این برای اینکه این کارو بکنه از شما پاسورد و یوزرنیم جیمیل رو میخواد و به همین راحتی دسترسی پیدا میکنه به این اطلاعات. از یک موضوع دیگه هم که خیلی مهمه در مورد بات ها اینه که شما دقت بکنید بعضی موقع آدم های معمولی میان خودشون رو جای بات جا میزنن، یعنی اینکه اصلا اون بات نیست، میگه که مثلا این به این آدرس برو مثلا به تو من بیت کوین میدیم یا میدونم یه ویدیو از یوتیوب برات دانلود میکنیم و این اصلا بات نیست بلکه یک انسان پشتش. اینو باید خیلی دقت بکنید وقتی که فهم کنید داریم با یک بات ارتباط برقرار میکنین، ببینید که اون حتما بات باشه. مثلا اینجا دعوی تشخیصه چطوری آقای تبریزی؟ دقیقا الان من یه اسکرین شیر کردم. ما ببینید یه بات همیشه خود تلگرام اون زیر اون اسم و یوزرنیم مینویسه بات، یعنی اینو اوتوماتیک خود تلگرام میزنه اینو بات که این باته. و یه شاخص دیگه اینه که این اسلشی که این پایین میبینین، این یه اسلشه، اینو همه این باید به این صورت در بات ها هست، یعنی شما اصلا با یه بات که تماس برقرار میکنین از طریق این اسلشه، با اسلش بهش یک دستور میفرستین که اون دستور رو این انجام میده. حالا بعضی از بات ها شما نمیخواد اسلش دستور رو بفرستین، براتون دکمه میده که این دکمه ها رو اجرا کنید، ولی همیشه دقت بکنید که پشتش آدم نباشه. اگه آدم باشه اینجا، اگه بات باشه اینجا بنویسه بات و این پایینش این اسلش. از روش تشخیص اینه که این یه شما داریم با یه بات در تماس برقرار میکنید. بات هایی هستن که خیلی مفید هستن، مثلا کتاب خونن، میتونین از توش کتاب دانلود بکنین، میتونین مثلا به موسیقی دسترسی داشته باشین. تا موقعی که شما یه بات رو استارت کردین و غیر از اینی که یه دکمه بزنین که بگه مثلا فلان موزیک یا یه چیزی رو، یه کتابی رو سرچ بکنین یا توش یا از توی لیست یه چیزی انتخاب بکنین، خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. ولی اون لحظه‌ای که شروع میشه ازتون داده‌های شخصی خواسته شدن، اونجا کاملا مراقب باشین که چه داده‌هایی رو دارین بهش میدین. و اون بات مثلا وقتی که بهش میگین که میگه که من برات میتونم تو یوتیوب دی ویدیو تو آپلود کنم، و این به احتیاج داره به ادمین بودن در یوتیوب، به خاطر همین پاسورد یوزرنیم. پاسورد ها و یوزرنیم های هیچ جاهایی که هستین رو به بات ها به هیچ وجه ندین، یعنی از این سرویس های بات ها استفاده نکنین که به شما از خارج اکانت های دیگه‌تون بهتون سرویس بده. اینو به هیچ وجه استفاده نکنید. اول صحبتتونم فرمودید در مورد بات های امن، مگه ممکنه در مورد بات های امن چه نوع بات هایی میتونن امن باشن؟ بات های امن هستن که از شما داده شخصی نخوان، یا مثلا باهاشون داده شخصی مثلا مثل شماره تماس، مثل شماره تماس، نمیدونم حتی بانکی، بگو یوزرنیم و پاسورد هم ازت نمیخوام، فقط میخوام اون اسم کاربری فیسبوک تو داشته باشم که بهت اطلاعات بدم در مورد فیسبوک. خب وقتی که این دقیقا همین هم هست، میتونه فقط به فیسبوک مثل یه کاربر دیگه دسترسی داشته باشه و نمیتونه تو وارد آکانتتون بشه، ولی خطر اینجاست که این الان میدونه که این کاربر تلگرام به این فیسبوک وصله. خب از اطلاعاتشو میتونه تکمیل بکنه، اطلاعاتشو در مورد این کاربر میتونه تکمیل بکنه. اینو همیشه در نظر داشته باشین وقتی که با یه بات دارین کار میکنین، مطمئن باشین که دارین پاتونو گوشتین از حریم تلگرام بیرون و دارین با یه سرور خارج از تلگرام چیز میکنید و اونجا کاملا مطمئن باشید که دارین چی کار میکنید. گفتم اگر دارین کتاب سرچ میکنید، کتاب بهتون میده، نمیدونم موسیقی بهتون میده، اینا خوب اطلاعات چیزی نیست، ولی اگه یه سرویس های عجیب غریب بهتون میده که ببین چند نفر فالوورتن و چند نفر تو رو الان دارن نگاه میکنن، اینا چیزاییه که جذب میکنه آدم. دقیقا در مورد اپ هایی که توی گوگل پلی هستن، در مورد اپ هم بخصوص دسترسی هایی که از کاربرا میگیرن،
و نحوه تشخیص این که این افراد چطور مثلا میتونن امن باشن، ناامن هستن، یا مثلا حریم شخصی کاربر رو مثلا نقض میکنه. در مورد این افهام اگه توضیح بدید خیلی ممنونم آقای. بذارین اول از کلا به امنیت گوگل پلی من یا اپ استور بسیار خیلی بگم که چون یه نرم افزار تو گوگل پلی هست این معنیش نیست که امنه. شما یک مثلا یک اپ رو که درست میکنین همون اولش توی اپ میگین که من میخوام اجازه دارم دسترسی به میخوام اجازه دسترسی به عکس ها داشته باشم، میخوام اجازه دسترسی به کانتاکت ها داشته باشم، میخوام اجازه دسترسی به وایرلس داشته باشم و اینجور چیزا. و اینو وقتی که من میخوام تو گوگل پلی به عنوان یه برنامه نویس بذارم تو گوگل پلی، به گوگل پلی یه لیست میدم، میگم که این دسترسی ها رو من میخوام از کاربر بگیرم. من یه اسکرین شیر بکنم. این دسترسی ها معمولا به این صورت و اینو به گوگل پلی میده و گوگل پلی هم چک میکنه واقعا اپلیکیشنه که بیشتر از این دسترسی ها نخواد. خب اینجا در حقیقت اوکی. بعدش اگر این نرم افزار از لحاظ امنیت و اینا که این چه دسترسی میخواد اینو چک نمیکنه که برای چی این دسترسی رو میخواد و اصلا این در ماهیت این اپلیکیشن هست که این دسترسی رو بخواد، اینو گوگل پلی چک نمیکنه. مثلا ما بگیم که من یه دونه اپلیکیشن دانلود میکنم برای ادیت ویدیو. خب ادیت ویدیو رو من انجام میدم با این اپلیکیشن، منتها این اپلیکیشن از من دسترسی عکس ها و ویدیو رو میخواد، میگیم اوکی خب این ویدیو ادیتوره دیگه احتیاج داره. بعد میگه نه من دسترسی به کانتاکتات هم میخوام داشته باشم. خب اینجا ماهیت این اپ اصلا احتیاجی نداره که دسترسی به کانتاکت داشته باشه. اینجاست که ما میگیم ناامنه. اینو گوگل پلی براش مهم نیست. گوگل پلی به گوگل پلی گفته من میخوام عکساشو داشته باشم، من میخوام کانتاکتاشو داشته باشم. گوگل پلی هم اینجا مینویسه. پس هر اپلیکیشنی که تو گوگل پلی یا اپ استور هست حتما برای همه امن نیست، مخصوصا برای ایرانی ها که اونجا قوانین زیادم در این مورد حفظ نمیشه. خب این علاوه گوگل پلی و اینکه ما مطمئن باشیم که وقتی که تو گوگل پلی هست امن، پس اینجور نیست. وقتی که ما توی سایتایی مثل گوگل پلی یا اپ استور میریم، اون وقتی که میخوایم اپ رو دانلود کنیم، اون قسمت پایینش یه سری اطلاعات به ما میده. شما میبینید نوشته اینستال 10 میلیون. یعنی 10 میلیون نفر این اپ رو اینستال کرد. و یه سری اطلاعاتی مثلا در مورد سازنده، وبسایت داره، آدرس داره و میشه گفت مطمئن. و اون اطلاعاتی که درخواست دسترسی هایی که از شما میخواد اینجا هست. وقتی که شما اینجا روش کلیک میکنین میتونین این اطلاعات رو ببینین که چه اجازه های دسترسی میخواد. الان این مال اجازه های دسترسی یه VPN، یه VPNی که اکثر ایرانی ها استفاده میکنن، همش هم میرن تو گوگل پلی اپ استور دنبال VPN میگردن. خب الان این دسترسیه که یه VPN امن در حقیقت از شما میخواد. وای فای کانکشنتون خب خیلی منطقیه، باید داشته باشه و از اینترنت دیتا بگیره و بیشتر از این نمیخواد. سوالی که مثلا کاربر میپرسه اینه که این دسترسی هایی که میخواد توسط خود سازنده اپ توی گوگل پلی منتشر شده، این لیست دقیقا از طرف سازنده داده و گوگل پلی هم این لیست رو چک میکنه که از این بیشتر نخواد در برنامه. اینو اون اپ تا این حد چک میکنه، ولی اینکه ماهیت اون اپ با این دسترسی ها همخوان هست اینو چک نمیکنه. این در مورد نسخه های ناامن تلگرام اتفاق افتاده که نسخه خیلی زیاد مثل تلگرام طلایی یا حتی مودرن. دقیقاً. الان یه وی پی ان که میگه ایران وی پی ان. خب تو گوگل پلی هم هست. گوگل پلی البته اینا رو بعد از چند روز میندازه بیرون چون چیز میشه، ریپورت میشه. الان ببینید این لوکیشن رو میخواد. درسته. دسترسی به فوتو مدیا میخواد. دسترسی به استوریجتون میخواد. یعنی اصلا در ماهیت یک وی پی ان نیست هر چیزایی رو خواستن.
یه وی پی این چه احتیاجی داره که به عکسای شما دسترسی داشته باشه؟ اینا رو بعضی از این وی پی این هم توی کانال تلگرام منتشر میشه. اینا راه تشخیصی داره برای امنیت هم بودنشون؟ من شخصا هیچ وی پی اینی برای گوشی توصیه نمی کنم که از گوگل پلی یا اپ استور نباشه. این یک. دو اینه که خودتون بعد برین تو گوگل پلی اینو پیدا کنین و این مواردی رو که گفتم چک کنین که این اجازه دسترسیش در چه حده و این که این اصلا توی گوگل پلی هست و اون شخصی که مثلا اینو گذاشته چند تا اینستال شده، تعدادی که اینستال شده، اینا خیلی مهمه. یعنی شما بری الان توی گوگل پلی بزنی وی پی این، 500 تا وی پی این میاد و اونجاست که شما باید اینو خیلی خیلی مراقب باشین. چیزایی که توی تلگرام گفتم میاد و پخش میشه و اینا، مگر اینکه از جاهایی مثل خود توانا که واقعا خود توانا چک میکنه که این وی پی این هایی که مثلا نتونن ایرانی ها از گوگل پلی یا جایی دانلود بکنن، ما اینا رو خب توانا میدونیم که چک میکنه و اینا رو میشه یا سایت هایی که بهشون اعتماد داریم، واقعا بهشون اعتماد دارین، نه هر سایتی که اصلا نمیشناسین یا ازش هیچ چیزی رد پایی چیز نیست. و بشکن هم وی پی این های امن و هم پراکسی امن رو توی کانال بشکن و هم توی کانال تبارتی و اینستاگرام منتشر میکنیم. بعد در مورد پراکسی ها چطور آقای تبریزی؟ در مورد امن بودن پراکسی ها، نحوه تشخیصشون و اینکه چه نوع پراکسی ها میتونن امن باشن؟ ببین برای تلگرام کلن از امتی پراکسی استفاده بکنیم، یعنی از امتی پراکسی هایی که برای تلگرام در حقیقت همه جا هست، اونم که استفاده میکنین برین همیشه برای اینکه بدونین که این پراکسی حداقل توی ایران نیست. ببینین در مورد تلگرام این اگر پراکسی تو ایران هم باشه زیاد اون خطری تهدید نمیکنه، مخصوصا اگه امتی پراکسی باشه. اینا فقط میخوان از طریق اسپانسرینگ و فروش اینجور چیزا پول در بیارن، یعنی اطلاعاتی اون پراکسی دستش نمیاد، یعنی با وی پی این ماهیتش فرق میکنه اینجا با وی پی این هایی که تو ایران به فروش میرسن. پراکسی امتی پراکسی، ولی با این حال بازم میشه چک کرد اون آدرس توی امتی پراکسی، یک آدرس آی پی توشه که اون آی پی رو میشه توی یه سایتی هست مثل iplocation.net اینا رو میشه اونجا داد و دید که این سرورش در حقیقت تو کدوم کشور هست، منشأش تو کدوم کشور هست، که البته متعلق جمهوری داشتیم و حتما این مطلب هم براش منتشر میکنیم. و در مورد همین پراکسی MT چیز، پراکسی MT و این کاربر، سوالی که بیشترین پرسن اینه که وقتی که از این پراکسی استفاده میکنن، یعنی به طور چیز خودکار توی کانال های دیگه اینا عضو میشن، یعنی تا زمانی که پراکسی روشن هستش، یعنی این کانال ها رو برای نمایش داده میشه، یکی علت این کار و در مورد این که از این محتوای کانال ها میتونن استفاده کنن یا ببینید وقتی که شما از یه امتی پراکسی استفاده میکنید، الان در حقیقت برای همین هم هستش که خیلی امتی پراکسی اصلا داده میشه، چون بیشتر یک بگیم 10% امتی پراکسی ها غیر انتفاعیه، یعنی پولی نمیخوان در بیارن برای راه خیر دارن میکنن، 90%شون میخوان کار تبلیغاتی بکنن و اینم اوکی. وقتی که شما یه امتی پراکسی رو واسه میکنه، اون بالا یه اسپانسر میاد، یه سایت اضافه میشه، شما تو اون عضو نیستین هنوز، یعنی فقط بهتون تا موقعی که دارین از این پراکسی استفاده میکنین بالا نشون داده میشه و این اسپانسر پول داده که این پراکسی راه اندازی بشه و راه بیفته که تبلیغ خوش نشوند. حالا یکی فال میخواد بفروشه، یکی میخواد فال قهوه بفروشه، یکی میخواد نمیدونم دمپایی بفروشه، احتیاج ندارین تو اون عضو بشین شما برای اینکه پراکسیتون ادامه به فعالیت بکنه. خیلی هاشون هم می‌نویسن برای اینکه پراکسی فعالیت شو چیز نکنه توی سایت ما باید عضو بشین، نه همچی چیزی نیست. ولی میگم اگر دیدین یه چیزی که مثلا تا ما که از شما داده یا چیزی نخواد، دارین یه چیزی رو تماشا میکنین یا خوشتون اومد، بعضیشون هم خوب شد سایت جوکر نمیدونم چیزش چیز خطری نداره،
میتونم توش عضو بشم، ولی احتیاجی به عضو شدن توشون نیست و مراقب باشن اصلا به اون وسوسه هایی که میشه بیا اینجا پول بذار تو بورس یا فلان کنه اینجا چیزها رو، اینا رو اصلا ایگنور کنن و به نظرم بهتر اصلا اون اسپانسوری که اون بالا میاد رو زیاد توجه نکنن. همین در مورد انتیپولکسی ها یه سوال دیگه هم هستش، وقتی که استفاده میکنن، حالا بارها بورس انفکرام تو برنامه قبلی هم رو پاسخ دادیم که میگن چرا این پولکسی ها مثلا بعضا آی پی ایران رو نشون میده. آی پی ایران نشون نمیده، اون آی پی خود کاربر تلگرام داخلی میدونه که این کاربر کجاست، در حقیقت اون به پراکسی، به لوکیشن پراکسی ربطی نداره به استفادهش از پراکسی. درست. من سوال آخر هم از شما پرسیدم آقای تبریزی، این اول سوالی که خود کاربر رو پرسنم برای من، این که چرا توی برنامه تو پنل قبلی هم این مورد بحث شد، ولی چون پرسیدم من یک بار دیگه از شما این سوال رو پرسیدم که چرا وی پی ان های پولی داخل ایران امن نیستن. من وی پی ان های پولی که حالا توی گوگل پلاس هم اونو منظورم، وی پی ان های پولی داخل ایران چرا اینا امن نیستن؟ مشکل با وی پی ان اینه که شما باید وقتی به یه وی پی ان وصل میشین، شما وارد یک شبکه داخلی یک شرکت میشین، حقیقت از اونجا یک تونل میزنین به یک سیستم بسته که باز از اون سیستم به شما به سیستم های دیگه در حقیقت دسترسی داده میشه. برای همین وی پی ان اینجا میتونه خیلی خطرناک بشه اگه ماهیتش ما ندونیم، چون وقتی که ما به وی پی ان وصل میشیم و از طریق اون حتی به تور وصل بشیم، سرور همه داده های ما رو میتونه به وقتی که ما بهش وصلیم و میتونه در حقیقت ازش استفاده بکنه. به خاطر همین وی پی ان میتونه خیلی خطرناک باشه، چون میتونه مثلا از داده هایی که برمیگرده میتونه توشون ویروس تزریق بکنه. توی شما حتی یه وبسایت معمولی رو که باز میکنین، این وی پی ان میتونه، وی پی انی که بهش مطمئن نباشین، اطمینان نداشته باشین، میتونه کد اینجکشن بکنه، یعنی ویروس، کد ویروس رو داخل اون چیزی که داره برمیگرده وارد بکنه. و به خاطر همین کلن اگر از ماهیت یک وی پی ان شما اطلاع ندارین ازش استفاده نکنین، مگر اینکه خب چی میگن، میخواین یوتیوب و اینجور چیزا، یعنی اصلا کار خطرناکی نمی کنین که چیز میکنین، خب اونو نمیشه گفتش که شاید اون خودش بد نیست. درسته، این تو منظورتونه؟ کلا به نظر من فیلترینگ تو ایران یه بیزینیسه، چون با همین وی پی ان ها اینا میلیاردها پول داره این ور اونور میشه، به خاطر همین اطلاعات نمیدونم خصوصی و اینجور چیزا زیاد اینجا چیز نمیشه، چون میلیون ها کاربر اینجا وصلن، اصلا داد و پرداخت کردن این اطلاعات اصلا به درد نمیخوره که مثلا یکی فوش داده به فلان مقام یا فلان یا این یا همچین چیزی، یا کدوم ویدیو رو تو یوتیوب دیده. به خاطر همین اگر کار نمیدونم صرفا بهش همونجوری که شما گفتین مانیتورینگ دارین میکنین، میتونین از این وی پی ان های پولی استفاده کنین، حداقل بتونین اطلاعات بیشتر بگیرین از اینترنت و سرعت بهتر بشه. ممنونم آقای تبریزی. در مورد موارد امروز اگه صحبت خاصی هست، چه در مورد ربات ها، امنیتشون یا دسترسی اپلیکیشن ها توی مارکت های مثل گوگل پلی یا اپ استور، اگه صحبتی هستش در خدمت شما هست. من کوتاه فقط بگم، ببینید توی گوشیتون، توی دستگاهتون لایه های مختلف امنیتی وجود داره، از این لایه ها از دسترسی به کنتاکت ها شروع میشه تا دسترسی به عکس و ویدیو و اینجور چیزاتون تا برسه به یوزرنیم که زیاد مهم نیست. و هر وقت از اپلیکیشن بات از اینجور چیزا استفاده بکنین، دقت بکنید که ماهیتش، کاربرد این بات یا این اپلیکیشن چیه و میزان دسترسی و اون اطلاعاتی که از شما میخواد چقدره. اینا رو با هم بندازیم تو ترازو، اگر دیدین که این ترازو اوکیه استفاده کنید. وقتی که دیدین میزان دسترسی یا اون کاری که داری اپلیکیشن میکنه، غیر از اینکه مثلا تبلیغ اونجا چیزا به شما بفروشه، داره دسترسی های دیگه ای داره اجرا میکنه، اصلا ازش استفاده نکنیم، کاملا ناامنه، چون اینا میتونن واقعا مثل یه ترویانا روی دستگاه شما هر اطلاعاتی که شما دارین داده و پرداخت میکنید با بانکتون یا با هر چیزی رو میتونن بهش دسترسی.
سپاسگزارم آقای تبریزی، مرسی که امروز هم در برنامه ما بودید. خیلی ممنونم از شما. خوشحال شدم. خیلی ممنون از شما همراهان عزیز.